اندیشه ای که امروز هم چه بسا من و شما به خاطر مشکلات و سختی ها وقتی وارد کلیسا میشیم باز میخوام به جایی که پوری روح القدس رو بخوام، به جایی که آزادی کشور عزیزمون ایران رو بخوام، نجات مردم رو بخوام، باز میخوام یه کاسه چکنم هنوز تو دست منه، میگه من برای این مشکلم خداوند این مشکل که برداشت میشه، شیطانم میخنده میگه هر روز از این مشکلات برای تو دارم، تا تو به مشکلات نگاه میکنی منم از این مشکلات برای تو زیاد دارم. نگاهی به مشکلات نمیشه، میای در حضور خدا، از حضور خدا لذت ببر، توی زمان پرستش به فکر خدا باشی. درست از بکرانی اومدیم که متاسفانه به دروغ شیطان قبله ای را به ما نشون دادن، زمانی را به ما یاد دادن، زمانی را برای ما دیکته کردن که ما رو در موقعیت دیگه قرار بدن، دور از رویای خدا. اما رویای خدا این هست که ما در حضور او باشیم، در برابر پدر است هستیمون که شکل او آفریده شدیم به توسط عیسی مسیح که ما رو عادل کرد، در عدالت او زندگی کنیم و این حس ترس و نگرانی رو، مشغولیت ها رو برداریم، کاسه چی کنم رو بندازیم دور و از خدا دریافت کنیم سواد پر از برکت، نه برای خودمون بلکه برای دیگرانه، همکلاسی، همسایت، دوست، خبر خوش نجات رو بهش بدیم، با نبوت بهش بدیم، کمکش کنیم با عطایا که خدا به تو داده، بری دعا کنی در نام عیسی مسیح مریضان شفا بگیرن. متاسفم که گاهی میشنویم که این عطایا برای 2000 سال پیش بوده، هرگز چنین چیزی نبوده، اگر بود من امروز این خدمت رو نداشتم، این عطایا با...